بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه 8 خرداد اعلام کرده که در حال حاضر 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. این نهاد بین المللی گفته تنها می تواند به 1 میلیون از این کودکان کمک کند. بودجه این سازمان سال گذشته کاهش یافته و همزمان مراجعه کودکان افغانستانی به 2700 کلینیک این نهاد رو به افزایش است. به گفته این سازمان، این کودکان بار بیشتری از بحران مالی را بر دوش دارند. پیشتر سازمان نجات کودکان هم اعلام کرده بود که از هر 10 کودک در افغانستان 3 نفر امسال با گرسنگی و سختی مواجه هستند. مجموع این کودکان در افغانستان به 6.5 میلیون میرسد. به گفته مقام‌های پاکستانی، بر اثر سقوط یک اتوبوس روز چهارشنبه در منطقه واشوت ایالت بلوچستان، دست کم 28 نفر کشته و حداقل 22 نفر زخمی شدند. این حادثه بر اثر ترکیدن لاستیک رخ داده که منجر به سقوط اتوبوس در دره شد و 3 زن و 3 کودک نیز در میان کشته شدگان هستند. این اتوبوس حامل 45 تا 50 مسافر بوده که شبان از تربت به سمت کویت در حرکت بوده و این حادثه حوالی ساعت 5 صبح رخ داده است. وضعیت برخی از مجروحان وخیم گزارش شده و احتمالاً تعداد قربانیان نیز افزایش یابد. رئیس جمهور پاکستان دستور داد تا بهترین امکانات پزشکی برای مصدومان فراهم شود. طوفان استوایی رمال باعث مرگ، ویرانی و سیل در هند و بنگلادش شده است. رسانه های دو کشور از کشته شدن دست کم 19 نفر خبر دادند و دولت بنگلادش میگوید طوفان بیش از 35 هزار خانه را ویران کرده و تقریبا به 115 هزار خانه آسیب رسانده است. ده ها روستای ساحلی نیز دچار سیل شدند. رسانه ها گزارش دادند که در میان نزدیک به 30 میلیون نفر هم فاقد برق شدند. اکنون به دلیل طوفان انتخابات محلی در 19 استان به تعویق افتاده است. در هند نیز طوفان درختان را ریشه کن کرد، تیرهای برق را شکست و بخش هایی از کلان شهر کلکته را سیل فرا گرفته است. تمامی مدارس منطقه تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند.